توی این بخش میخوام درباره ابزاری که تو این دوره استفاده کردیم یک توضیح کوچیکی به شما بدیم من از مدادهایی که استفاده کردم مدادهای سری بی هستش که معروفم به مدادهای طراحی و این مدادها از شماره ب دو تا به, به دوازده شماره گذاری میشن که معمولا شماره های زوج داری یعنی به دو، به چار، به شیش، به هشت و غیره این مدادها ها در واقع مداد های گرافیتی هستن که شماره به دو تا ب دوازدهش فرقش اینه که شماره پایینتر اثری که روی کاغذ میذاره یک مقدار سفتره و در واقع مغز سفتری داره و اثری که روی, روی کاغذ میذاره اثر روشنتری یعنی تیرگی کمتری به ما میده و هرچین شماره بالاتر میره مثلا ب 6 یا ب 8 مغز نرمتری دارن این مداد و اثری که روی کاغذ میذارن اثر بیشتریه پس این از مدادها ها البته برندی که استفاده می کنیم خیلی برند متفاوتی نیستی برند معمولیه با قیمت مناسب خیلی اینجا مهم نیستش که شما یه برند خیلی خوب تهیه کنید تو این دوره چون برای یادگیری و پایه است و خیلی روی اون کیفیت خطوط زوم نمی کنیم. پس مهم نیستش که شما چه برندی رو تهیه کنین در واقع برندی که تو ایران وجود داره تقریبا شبیه هم هستن و کم مداد های اصل پیدا میشن در واقع اکثرشون فیکن توی بازار شما میتونین از برند های یا مثلا فابرکاستل راه را که من اینجا دارم راه راه آبی و تلایی است میتونین از این برند ها استفاده کنید و یه سری اتود تو این دور استفاده کردم که برای خطوط معمولی و خیلی روشن هستش که شماره پنده هم یا هفته هم رو میتونیم تهیه کنید و پاکون اتودی پاکون اتودی ببینید دقیقا این اتود هست که انتهاش رو فشار بدین سرش میاد بیرون و من این دو طرف این پاکون اتودی رو یک مقدار تیز کردم سرشو که بتونم باهاش خطهای نازکی رو پاک کنم که یه سری هایلایت ها داخل مو از این استفاده میشه که خیلی هم واجب نیست و یه سری قلموهای سری 11 11 پارس آرت که نقش محفکن رو در واقع برای ما دارن و از این برای محو کردن خطوط استفاده کردیم و اون اثر دوندون دون شدن مداد رو با این کم کردیم و کاغذی که تو این دوره استفاده کردیم کاغذ این کاغذ بوده که در واقع کاغذ سفید معمولیه که توی چاپونه استفاده میشه در واقع برای پرینت گرفتن هم استفاده میشه و همونطور که میبینیم این صورت زخامت کمی داره و نازوکه ولی در واقع مقوای اصلی برای سیاه قلم که من استفاده میکنم مقوای اشتنباخ هستش که ببینیم این حالت تکون میدم این زخامتش کاملا مشخصه که زخامت بیشتری داره و معروف به اشتنباخ 150 گرم در واقع مقوای مناسب برای سیاه قلم مقوایی که زخامت مناسبی داشته باشه تا بر اثر استفاده از قلم و یا محف کن یا پاک کن این چین نخوره یا پاره نشه و یک مقدار بافت داشته باشه تا اثر اون مداد یا زغال توی این بافت نفوذ کنه و این بافت باعث میشه که اثر اون باستاب نور روی مداد کمتر بشه در واقع این بافت حالت نامنظمی زمین روی سطح کاغذ ایجاد میکنه که باستاب نور رو از کاغذ کمتر میکنه در واقع این مشکل براقیت مداد رو کمتر میکنه برای ما هرچی مقوام و نازکتر یا بافت کمتری داشته باشه براقیت و باستاب نور توی کار مداد بیشتر میشه با ابزاری که تو این دوره استفاده کردیم آشنا شدیم حالا میلیم که با هم این دوره رو نگاه کنیم